برخلاف تصور ما انسان اون موجود نرمخوی نیست که اتفاقا نیازمندهش باشه بلکه خیلی زیاد نیاز داره که اتفاقا پرخاش بکنه و خشم زیادی هم وجودش رو فرا گرفته سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه هرچی عبدالکریم هستم از استودیوی تایم نسوم امیدوارم از محتوایی که تا کردیم لذت برده باشید اگه اینطور بوده لطف کنید ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب بکنید و اگه دوست داشتید ویدیو رو برای باقی افراد بفرستید لطفاً بزرگتر میکنید که اگه با محتوامون حال کردید حتما از ما حمایت نقدی هم از طریق سایت ها می باش انجام بدیم بریم سراغ این قسمت یعنی قسمت دوم از کتاب تمدن و ملالت های آن تو این قسمت میخوایم به یک مفهوم دیگه بپردازیم که به نظر من خیلی جذابه و ارتباطی برقرار میکنه فروید بین مسائل جسمی جسمی چیه؟ بین مسائل جنسی و پرخاش و خشونتی که توی وجود انسان ها وجود داره و تلاشی که تمدن میکنه تا انگار این دوتا عامل رو کنترل بکنه فروید مطرح میکنه که تمدن برای بقای خودش به اکثر افراد نیاز داره یعنی این براش مهمه که افراد به صورت دست جمعی کار بکنن یه جمعگرایی یعنی توش داره و اتفاقا در راستای همین میاد اتفاقا عشق و احساسات دو نفره رو میخواد از بین ببره چرا چون میگه وقتی افراد به احساسات دو نفره برسن یعنی بخوان نیازهای جنسیشون و کلا نیازهای جسمی و روانیشون دو نفری حل بکنن این برای کل تمدن خطرناکه به خاطر همین یک من ای تو خودش داره نسبت به کل روابط جنسی میخواد اینا رو من بکنه چرا که افراد رو بیارم به یک جمعیت بزرگتری یعنی میخوان عشق و عواطف به جای که معطوف بشه به یک نفر معطوف بشه به جمع بیشتری به جای اینکه مثلا افراد دو به دو یعنی به جای اینکه جامعه دو به دو تشکیل بشه افراد بیان اده بیشتری رو برای خودشون مهم بدون فروید مطرح میکنه که خب افراد توصیه میکشه بهشون که اتفاقا بیاید شما همه ها رو دوست بدارید اما فروید میگه آقا این کار اصلا امکان ناپذیره شما هر کاری بکنی نمیتونی افرادی که از خود دور هستن رو انگار دوست داشته باشی شما یک دایره اطرافیانی داری که برات مهمه و انگار با اینا طبعا از لحاظ ذهنی سری معاملاتی داری شما داری یه سری امکانات در اختیار اونا قرار میدی یه سری عواطف و احساسات خرجشون میکنی و اونام دارن جواب شما رو میدن میگه اتفاقا اگه شما بخواد همه انسان‌ها برات مهم باشن اتفاقا شاید این نادلانه باشه اگه فرض کنیم میگار ما یه حجم ثابتی از علاقه و محبت داریم اگه بخوایم این رو به جایی که در خدمت اطرافیان نزدیکمون قرار بدیم بخوایم بخوایم در اختیار یک کل جامعه قرار بدیم اتفاقا این نادلانه است میگه من چجوری میتونم یه آدمی که اصلا تا حالا ندیدمش درکی ازش ندارم و به علاوه اینکه اتفاقا اون هم تزمینی نیست که منو دوست داشته باشه من بخوام به اون محبت بکنم یعنی میگه به صورت ذاتی انسان اصلا نمیتونه براش یک فردی که ازش دوره مهم باشه و اتفاقا بتونه بهش محبت بکنه چه بسا که در راستای محبت کردن به اون آدم تمرکز تم کمتری میتونه نسبت به اطرافیانی داشته باشه که اتفاقا از نزدیک دیدتشون باشون آشناس و محبت کردن به اونا براش واقعی تر میگه تمدن تا اینجا پیش میره که میگه حتی دشمنان هم دوست داشته باش میخواد انگار به زور یه چیزی که البته من توی دموکراسی هم الان میبینم انگار دموکراسی میخواد به زور همه رو برای شما مهم بکنه و ارزشمند دستوری که میگه از نظر روانی همچین چیزی امکان پذیر نیست میگه اینکه دشمن دوست داشته باش همونقدر نظر من مسخره است که میگن همه رو دوست داشته باش یعنی میگه خیلی از نظر من دو تا جمله فرق فرقی با هم نداره میگه حتی ممکنه این مرز انقدر پیش بره که خب اگه شما بخوام بقیه برات مهم باشن علاوه بر اینکه انسان ها برات مهم باشن یا بگم به شما این حیوانات هم باید برات مهم باشن البته میگم من خودم شاید خیلی با فرود موافق نیستم یعنی میگم فرود میگه نظر روانی یه سری پیشفرض داره فرود به یه سری نتیجه میاد ربطش میده من این رفتار رو خیلی بهش شک میکنم وقتی کتاب میخونم یعنی میگم یه سری پیشورزا چیده میان اینجوری یه سری سریالی اینا رو پشت هم ردیف میکنه به نتیجه میرسه که به نظر من یه جایی ارتباطا غلطه مثلا همین چیزی که الان گفتم رو خودم به طور کلی باش موافق نیستم یا میگه این مرز قراره تا کجا پیش بره تا جایی که همه حیوانات برای ما مهم باشن از نظر فرو تمجیزی امکان پذیر نیست ولی خب از نظر من هست یعنی به نظر من ما میتونیم نسبت به همه آدم‌ها یک احساسی حالا نه به نسبت دوستا و اطرافیانم داشته باشیم به میتونیم از مرز انسان ها هم پیش بدیم میتونه حتی حیوانات برای ما موضوع مهمی باشه. اما فروید میگه که به نظر من از نظر روانی همچین چیزی امکان پذیر نیست اما تمدن انگار به زور از آدما میخواد که اینجوری باشه تو ادامه فروید میگه این کار اصلا منجر به این میشه که اتفاقا خشونت بیشتری هم رواج پیدا بکنه البته من این بحثش رو قبول دارم میگه وقتی که همه افراد رو مجبور میکنن که نسبت به همه احساس مسئولیت بکنن نه تنها این احساس مسئولیت به صورت واقعی بهشون دست نمیده بلکه اتفاقا باعث میشه که خشونت بیشتر هم پیدا بکنن البته کلا فروید اعتقاد که خشونت یکی از اون انگار رانه های روانی ماه که همیشه وجود داشته یعنی شما هر کاری بکنی خشم از ابتدا وجود داره قدرت طلبی در انسان وجود داره در همه انسان ها هم این هست میگه فقط تمدن میخواد به زور بیاد این رو کنترل بکنه که انگار اجازه نده هیچ جایی برای خشم و حالا در وهله بعدی احساسات جنسی باقی بمونه چرا چون میگه این برای بقای خودش ضرر داره میخواد بگه اتفاقا مشکلات روانی انسان ها از همینجا شروع میشه از اونجایی که اتفاقا نیازهای جنسی دارن اتفاقا نیاز به خشم دارن اما تمدن برخلاف این داره پیش میره انگار میخواد به زور بیاد اینو کنترل بکنه این چیزی بود که تو ابتدای قسمت پیش هم گفتیم دیگه میگه تمدن میاد مقداری امنیت به انسان ها میده با کنترل اما از نظر روانی اتفاقا تضعیفشون میکنه چون انگار هیچ توجهی به نیازهای روانی نداره فقط میاد یک مقداری امنیت رو میده در راست البته با... البت راستای امنیت دادن میاد مقدار زیادی سعادت رو از انسان ها میگیره البته حالا صرفا سعادت داری نیست که نسبت به بقیه خشم بورزیم ولی میگه فراد میگه یه نگاه تاریخی داشته باشیم میبینیم که انسان ها بعضا حتی خشونت رو البته یک نگاه باز تکاملی و از حالت نوزادی به بعد داره میگه انگار این خش در وجود انسان ها وجود داشته از همون ابتدای تولد شکل میگه زمانی که فرد به دنیا میاد و همون اولین بار توسط مادرش یک نیازی که داره برطرف نمیشه انگار از همون لحظه یک خشمی تو وجودش شکل میگیره و میگه اما تو ادامه تمدن باز میگیم فرهنگ و جامعه و قانون حالا تو ادامه جزئیات بیشتری میگه میخوان اینو کنترل بکنن که نه این خشمی که داری رو اصلا نباید براش جایی بذاری و نه, نه میتونه برطرفش بکنه نه میتونه یه جایی بهش عرضه بکنه که بیاد انگار خودش خالی بکنه حتی میاد یه جاهای بحث اقتصادی هم پیش میکشه البته خودش میگه که من متخصص اقتصادی نیستم ولی میگه مثلا کمونیستا اینجوری فرض میکنن که اگه مالکیت خصوصی از بین بره و ثروت و کل امکانات جامعه در اختیار همه قرار بگیره افراد نسبت به همدیگه مهربانتر میشن و دیگه جایی برای خشم نیست اما میگم می فراد نظرش اینه که این خشم ناشی از این مالکیت خصوصی نیست تضمینی اصلا وجود نداره زمانی که مالکیت خصوصی از بین بره افراد دیگه تمایلی به خشم ندارن بلکه میگم نگاهش ریشه ای تره یه بعد به تولد این خشم شکل گرفته خیلی نظام های اقتصادی که مثلا سوسیالیست و کمونیست و اینا اگه روی کار بیان نمیتونن کاری بکنن که این خشم انسان ها کمتر بشه یه جاهایی من متوجه شدم که اون خشم و میاد اتفاقا ارتباطش میده به اون احساسات جنسی یعنی اینا در کل دو تا رانه روانی ما هستن یعنی دو تا از نظر فرود دو تا انگار ذهنیت مهمه که دارن رفتارهای ما رو شکل میدن و تمدن اتفاقا براشون جبرانی راه جبرانی نذاشته هم خشم هم نیازهای جنسی بعد اتفاقا میاد میگه که این خشم چون در جای انگار درستش و به نحوه درستی درمان نمیشه یا خالی نمیشه یا تخفیه نمیشه یا هر کدوم از اینا این میاد تو اون رابطه جنسی خودشونشون نشون میده ما تو کتاب ایوری یا همه دروغ هم که بررسی کردیم قبلا اینو داشتیم میگفت شما از سرچ های مثلا سایت های پرن میتونی اطلاعات روانی زیادی به دست بیاری اتفاقا یادمه تو اون کتابم گفته بود خوب شد که فروید تو زمان بیگ دیتا نبود وگرنه خیلی راحت میتونست نظراتش رو اثبات بکنه الان سایت های پرن هستن که ما کامل میتونیم ببینیم آدم ها توش چی سرچ میکنن یه دیتا های بزرگی داریم اما فروید تو زمان خودش بر مثلا کلی تلاش میکرد که به آدما بفهمون آقا واقعا آدما نیازهای روانی دارن که اصلا شما با سرکوبشون نمیدونی داری باشون چیکار میکنی اما الان که اصل اینترنته که ما های زیادی از همه جوابری بکنیم و میدونیم که آدما دارن توی سایت های پون چی سرچ میکنن اینو فهمیدیم یعنی انگار اون خشونتی که نمیتونن تو جهان بیرون خالی بکنن حالا به خاطر قانون به خاطر خود کنترل عذاب وجدان یا همه مبانی دیگه که انگار جلوی خالی کردن خشمشو گرفتن میاد کجا خودشون نشون میده میاد تو همون زمینه های جنسی حالا یا رابطه جنسی که مستقیم فرد داره داره به صورت خشونت آمیزی انجامش میده یا حتی میره وقتی مثلا میخواد تو سایت های پورنو اینا سرچ بکنه میگه یعنی اگه فروید بود اتفاقا این نظراتش رو میتونست با استفاده از همین بیگ دیتا راحت ثابت بکنه به بقیه. در نهایت فروید میگه که ما مخالف تمدن نیستیم یعنی اتفاقا مثالایی میزنه و اتفاقا میگه لازم نمیبینه که انسان امروز بخواد به انسان مثلا 100 سال پیش یا 200 سال پیش حسودی بکنه اما میگه روندی که رفتیم یه ای سری ایرادات داره دیگه به نظر منم به صورت کلیش منطقی داره میگه میگه آقا شما این تمدن رو جوری پیش بردی که داره منجر به مشکلات روانی میشه البته میگه خب این مشکلات روانی در گذشته هم بوده شاید اتفاقا تو گذشته هم فقط افرادی که سلطه گر بودن و مثلا میگه پدر خانواده از نظر روانی جلوتر از انسان امروزی بوده و آزادی های بیشتری داشته ولی اتفاقا میگه تو همون جوامع خب افرادی که انگار عضو اون خانواده هستن غیر پدر خانواده هیچ گونهشون از نظر روانی وضعیت سالمی نداشتن قطعا مثل انسان های امروزی یعنی میگه تمدن تا حد خوبی البته اینجا خوب نمیگه ولی میگه تا حدی انسان رو پیش برده به سمت جلو اما باید مسیرش کنترل بشه البته خب نظرات فروید در کل تاثیرگذارم بوده اتفاقا من چند وقت پیش مستند انقلاب جنسی که میدیدم تو اونجا اشاره میکنه البته یه مقدار توی اون مستند یه مقدار خیلی شیکمی میاد راجع به حرف میزنه ولی میگه که اتفاقا نظرات فروید تو خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی مورد تایید قرار گرفته و باعث تغییر فرم و تغییر شکل کلا برطرف کردن مثلا نیازهای جنسی شده یعنی در کل فرد به پدر علم روانکاوی میشناسن فرویدو در کل فرد مهمی بوده نظراتش مهمه و تأثیر گذاره و تجزیه تحلیلی که کرده و پیشنهادش هم اینه که آقا ما تا اینجا تمدن خب پیش اومدیم دیگه یه تمدنی اونجوری شکل دادیم اگه میخوایم از این جلوتر بریم باید به این نکات توجه بکنیم باید روان انسان رو درست بشناسیم و بتونیم نیازهاش رو درست برآورده بکنیم میگم خیلی هم این توی این کتاب به راه حل ها نپرداخته بود بیشتر این کتاب تجزیه تحلیل بود حالا من هنوز کتاب های دیگه ای نخونم شاید کتاب دیگه بخونم که بیاد نقد بهتر و دقیقتری نسبت به نظرات فرود و این کتاب داشته باشه و اگه شما هم خوندیم به پیشنهاد بدین که سراغ اون کتاب هم بریم و یه مقدار از نظر فکری خودمون رو جلوتر ببینیم مرسی از اینکه این قسمت رو نگاه کردید امیدوارم مطالب براتون جذاب بوده باشه کتاب کوتاهی رو توصیه میکنم برید خودش رو بخونید در وهله اول بعد اگه خواستید این ویدیو رو ببینید اگه دوست داشتید همین ویدیو یا خود کتاب رو به بقیه هم هدیه بدید و اگه باز میگم خیلی هم لذت بردید میتونید از طریق لینک هایم که توی هست از ما نقدی بکنید ممنونم از اینکه وقت گذاشتید امیدوارم مفید بوده باشه مرسی فعلا